تکرار اصلا بعد از بازی پیکان و استقلال خوزستان. در مورد شرایط این داوری می‌خواستم بپرسم، از داوری این مسابقه رضایت داشتی؟ هر دو تیم یه جوری به سهمیه معترض بودن. بسم الله الرحمن الرحیم، سال نو رو به شما تبریک میگم، ایشالله که عید فطر برای شما مبارک باشه در آینده. من خودم به خاطر که مسئول کمیته داوران بودم، این بازی با توجه که پایین جدول بودی خود حساس بود، تشخیص دادم خودم اینجا باشم و یه داور بسیار با تجربه برای این بازی گذاشتم. در مورد صحنه ها و رفتاری که این داور در مورد این بازی چه اتفاقی افتاد، پنالتی درست بود نبود یا اتفاقی از دست من صحبت نمی کنم، چون هنوز فیلم بازی دست من نرسیده، منم مثل شما از بالا اصلا پوشش داده بودم بازی رو. شاید در آینده بتونیم نسبت به رفتار این داور با توجه به تیم آنالیزی که وجود داره اقدام کنیم و ایشالله که هیچ تیمی در این بازی از داور مستدره نشده باشه. و نفشه این صحنه های دیروز بازی استقلال و مثل رفسنجان کارشناسی شد، نظر شما چیه؟ هر دو تیم اونجا هم معترض بودن، استقلالی معترض به اعلام نشدن گلش بود و مثل رفسنجان هم اعتراض کرد به یک صحنه مشهود در محوطه جریمه استقلال. من با... نظر خودتون گل شد تو مستقل. من با احترام به تمام عزیزانی که در هم استقلال به هم مثل رفسنجان هستن، با توجه که ما بازی های فردامون هم ادامه داره و تیم های مدعی تا فردا هم بازی دارن و هنوز هم که اون فیلم بازی رو ما آنالیز نکردیم، نسبت به هیچ صحنه اظهار نظر نخواهیم کرد. بعد از بازی های فردا و روز بعدش تیم آنالیز تشخیص میدیم که چه صحنه هایی که اتفاق افتاده و انشالله در روز بعد از بازی فردا اعلام خواهیم کرد. بعد این بازی حالا خودتون گفتید حساسیت بالایی داشت، حالا هم آقای عرب براقی بودن هم پسرتون آقای افشاریان حضور داشتن کنار زمین، به نظرتون بهتر نبود یه داور با تجربه تر گذاشته بشه؟ این داور داور فیفا بود، داور ملی بود، قبلا 10 سال هم جا داره، بسیار با تجربه بود، پختگی این داور با ما کمک کرد. تشخیص کمیته داور اون که چه داور اینجا بود، ما گفتیم نمونه پسر من هنوز دیگه بحث قضاوت نکرده. آقای امیر باقی هم دیروز بازی سپاهان تراکتور بود، این بود موضوع شما رو گفتم منتفی به در نهایت تشخیص ما کجا بوده است. آیا شدین شما اگه شما نکنم فصل 99400 رو آنتن رادیو ورزش گفتین که یک سال و نیم دیگه ما قطعا وی ای آر رو توی لیگمون داریم، اومد وی ای آر ولی فقط توی دربی. الان اکثر مربی ها فقط و فقط حرفشون بعد از ضرر کردن از داوری اینه که چرا وی ای آر وارد نمیشه. من نسبت به صحبتی کردم اگه واقعا از درست نشده که اصخایی میکنم، این بحثی روش نیست، من اینقدر شامت دارم که بگم اونجا بوده. این بحثه. بحث دوم اینه که ما الان پلن بعدیمون که داریم برای وی آر انجام میدیم خیلی قطعی و رو به جلوه، 16 نفر از داورمون رو فردا باید فیفا اعلام کنیم برای آموزش وی آرمون که تو زمین لایسنس رو بگیرن و در اسرع وقت این اتفاق خواهد افتاد با توجه به وی آری که تو کشور وجود داره. و نسبت به بقیه کار رو بر وی آر حس میکنم شاید بتونیم یکی دو بازی دیگه رو، شاید سه تا کمتر بیشتر، اگر فیفا اجازه بده، مشکل اداری اخلاقی نباشه، اداری و حقوقی نباشه، بتونیم با وی آر بریم. اون چیزی که من میبینم بعد وزارت ورزش، مجموعه دولت و فدراسیون فوتبال مصمم این اتفاق بیفته، ما با پولش مشکل نداریم، فقط اون وسایلی که خودتون میدونید که با توجه به تعلیمایی که وجود داره خود شرکت با ما خود کم و زیاد عمل میکنه، انشالله که بتونیم فصل آینده هم بتونیم نسبت به وی‌آر اقدام کنیم. اشاره کردید دو سه تا بازی در لیگ مثلا ممکنه با وی‌آر برگزار بشه، آیا امکان داره که فینال جام حذفی هم مشاهده حضور وی‌آر باشه؟ شاید این اتفاق بیفته. خیلی ممنون.